سوسیالیسم اصطلاح سیاسی اقتصادی رایجی است با تعابیر و تعاریف متفاوت که به دنبال برقراری مالکیت جمعی بر ابزارهای تولید و توزیع عادلانه ثروت است. سوسیالیسم به معنای امروزی آن در سده 19 و پس از انقلاب فرانسه مطرح شد. شکلگیری این اندیشه سیاسی ریشه در سنت‌های فکری آن زمان نظیر روشنگری، برابری‌خواهی، خردگرایی، ماده‌باوری یا ماتریالیسم داشت. این جریان‌های فکری به همراه صنعتی شدن جامعه‌های اروپایی و شکلگیری طبقه‌های جدید به پیدایش ایده سوسیالیسم کمک کردند. جنبش‌های رادیکال کارگری که آرمان‌هاشان برابری، همکاری و تعاون بود، در این میان نقشی پررنگ داشتند. سوسیالیست‌ها در پی براندازی هر نظامی بودند که با توجیه‌های مذهبی، نظام کهن سیاسی یا نظم نوین اقتصادی موجب انباشت سرمایه در دست برخی و بینوایی جمعی دیگر می‌شد. آنها جامعه‌ای می‌خواستند که در آن ثروت به طور برابر میان همه تقسیم شود. هر کس به اندازه کارش یا هر کس به اندازه نیازش به ثروت دسترسی داشته باشد. با مطرح شدن اندیشه سوسیالیسم، بعضی از گروه‌های مذهبی در اروپا با تلفیق این اندیشه با اخلاقیات مسیحیت، احزاب سوسیال مسیحی را به وجود آوردند. سندیکاگرایان انگلیس، سوسیالیسم صنفی و حامیان مالکیت تعاونی‌ها در یوگسلاوی سوسیالیسم بازار را به وجود آوردند. اما این مارکس و انگلس بودند که با طرح ایدئولوژی مارکسیسم آن را به پرنفوذترین نظریه سیاسی قرن 20 تبدیل کردند. سوسیال دموکراسی یکی از روایت‌های رایج سوسیالیسم است که در ابتدا به مارکسیسم گرایش داشت، اما در اوایل قرن 20 با تشکیک در نظریات انقلاب و دولت به تدریج امکان گذار مسالمت‌آمیز به سوی سوسیالیسم را در چارچوب دولت‌های موجود پذیرفت. حزب سوسیال دموکرات آلمان به رهبری برنشتاین در خلال جنگ جهانی اول بازنگری در سوسیالیسم را آغاز کرد و پس از آن بود که سوسیال دموکرات‌های اروپایی با فاصله گرفتن از سوسیالیسم به معنای کلاسیک آن مبانی اقتصادی خود را تغییر دادند. آنها دیگر در پی آن نبودند که مالکیت خصوصی را به طور مطلق از بین ببرند، بلکه دستیابی به اشکال اصلاح شده نظام سرمایه‌داری را هدف خود قرار دادند. با وجود تعریف‌ها و نسخه‌های متعدد از سوسیالیسم، آنها کمابیش بر سر برخی اصول اتفاق نظر دارند. سوسیالیست‌ها نابرابری و تبعیض اقتصادی را برای جامعه زیانبار دانسته و در نهایت دولت را مسئول کاهش آن می‌دانند. سود حاصل از صنایع بزرگ نتیجه تلاش جمعی است. بنابراین سود این صنایع باید به جامعه بازگردد. بر این اساس مالکیت ابزار تولید باید عمومی باشد و توسط تعاونی، اتحادیه یا دولت اداره شود. سوسیالیست هایی هم که مالکیت خصوصی را رد نمی کنند، معتقدند مالکان ابزار تولید باید با پرداخت مالیات بیشتر این سود را به جامعه بازگردانند. فعالیت های اقتصادی باید بر اساس نیازهای مصرفی مردم و شرایط اجتماعی توسط دولت هدایت و برنامه ریزی شود. این نظارت موجب هماهنگی بخش‌های مختلف اقتصاد شده، بازده را بالا می‌برد، از بروز بحران جلوگیری می‌کند و مانع از شکلگیری انحصار می‌شود. برای همه افراد جامعه باید فرصت‌های برابر وجود داشته باشد. مثلا همه به نظام درمانی، آموزشی و خدمات اجتماعی دسترسی برابر داشته باشد. در نیمه‌های قرن 19 همزمان با اوجگیری مبارزات کارگری در اروپا، ایرانیان با اندیشه سوسیالیسم آشنا شدند. یکی از اولین گروه‌هایی که بر اساس این اندیشه در ایران شکل گرفت فرقه اجتماعیون عامیون بود. با اینکه نام این حزب ترجمه لفظی سوسیال دموکراسی بود، اما مانند بسیاری از احزاب سوسیالیستی که پس از آن در ایران تأسیس شدند، به سوسیالیسم انقلابی باور داشت. حزب نیروی سوم به رهبری خلیل ملکی یکی از معدود احزابی بود که واقعاً به اندیشه سوسیال دموکراسی باور داشت. اندیشه سوسیالیسم از ابتدای پیدایش تا کنون بر نظام سیاسی بسیاری از کشورها تأثیر گذاشته است. از چین و شوروی گرفته تا بعضی از کشورهای آمریکای جنوبی. همکنون نیز دولت‌هایی بر اساس روایت‌های مختلف سوسیالیسم بر کشورهایی چون سوئد، فرانسه، کوبا و برزیل حاکم هستند.